همزمان با اعتراض برخی اصولگرایان به ادامه بازداشت خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، مدتی است که چهره‌های امنیتی و وابسته به سپاه پاسداران ایران میگویند بازداشت خانگی آنها ربطی به وقایع سال 88 ندارد و این سه نفر را به براندازی متهم می‌کنند. آرش سیگارچی در گزارش امروز خود به بررسی این تغییر موضع مقام‌های سپاه درباره بازداشت خانگی میرحسین موسوی و کروبی پرداخته است. 1403 روز است که میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی در بازداشت خانگی هستند. سایت دیگربان به نقل از اداره سیاسی سپاه پاسداران نوشته حشر موسوی و کروبی ربطی به وقایع سال 88 ندارد. استدلال سپاه این است که موسوی و کروبی در بهمن 89 تغییر روش دادند و وارد فاز براندازی شدند. به همین دلیل نظام آنها را در خانه‌هایشان بازداشت کرد. این اولین بار نیست که چنین ادعایی مطرح می‌شود. یک ماه پیش سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران مدعی شد که بازداشت موسوی و کروبی ربطی به وقایع 88 ندارد. در حال حاضر هم اصل موضوع هست به این دلیل هست که اونها احساس می‌کنن همچنان برگزاری دادگاهی برای آقای موسوی و کروبی هم بازتاب‌های سیاسی فراوانی خواهد داشت و هم دوباره اصل موضوع انتخابات سال 88 را زنده خواهد کرد. اونها مواجه با انتقادهای شدیدی هستند که توجیه حقوقی ندارن برای اون. به هر حال حامیان رهبری برای پاسخ دادن به کسانی که چه در فضای عمومی نسبت به ادامه حشر انتقاد میکنن و چه در جلسات خصوصی این مباحث تبلیغاتی رو مطرح میکنن تا به زعم خودشون مقداری از فشار سیاسی و رسانه‌ای که برای برداشتن حشر وجود داره کاسته بشه و بتونن همچنان هواداران خودشون رو درباره ضرورت ادامه این حشر و همچنین دلایل حقوقی و شرعی داشتن برای این حشر توجیه بکنه. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از بعد انتخابات 88 بارها به تقلب و سرکوب معترضان به نتایج انتخابات اعتراض کردند. اما سال 89 زمانی که خواستار تجمعی برای همراهی با اعتراضها در مصر و تونس شدند، از سوی حکومت در خانه‌هایشان بازداشت شدند. با اینکه بازداشت خانگی در قوانین ایران به صورت مدون نیامده، اما بازداشت آنها همچنان ادامه دارد. نحوه برخورد با موسوی و کروبی موجب اعتراض برخی اصولگرایان هم شده، از جمله علی مطهری. با این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته اگر موسوی و کروبی محاکمه شوند مجازات آنها سنگین خواهد بود. در مقابل علی مطهری نماینده مجلس ایران میگوید نظر رهبر در مورد بازداشت خانگی موسوی و کروبی خلاف عدالت است. نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه، پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. حسن روحانی پیش از ریاست جمهوری وعده داده بود ظرف یک سال موضوع بازداشت خانگی موسوی و کروبی را حل می‌کند، اما با گذشت یک سال و نیم هنوز نتوانسته. پیش از این توسط برخی از فرماندهان سپاه و دیگر افراد نزدیک به رهبری مطرح شده که موضوع حصر با دستور و یا حداقل با رضایت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انجام شده. بهمن ماه امسال بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد وارد پنجمین سال می شود. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.